یک قصر رو هزار دریچه. شنوندای عزیز سلام، برنامه یک قصر رو هزار دریچه رو میشنوین. بیژن بیبی که چقدر مردم جمع شده. آه هر رقم مردم دهی میل هستن، چو خوب جمع و جوش هست. امروز درباره یک میله بهاری که میله نهالشانی گفته میشه خود فهمیدیم. همچنان درباره یکی از بزرگترین الماس‌های سفید دنیا لالو ماما بر مهمانش یک دریچه باز میکنه و داخل برنامه هم دریچه شنونده را خود شنیدیم. بیژن بیبی که باغ قصر رو سبز شده، تو فکر میکنی که لالو ماما در روی باغ یک یه بخمل سبز آور کده باشه؟ منیژه خوار، انوز کجاست؟ چند روز بعد بیخی سبزا زیاد میشه. بیادارا شما برین، ما چند دقیقه بعد میایم. بیژن این مردم ها کتبیل کجا میرن؟ ما چی بفهمم، اونه لالو ماما میایه، اول از خودش پرسان میکنیم. مهمانای گلم، چشم و چراغ دلم، خوش آمدین. زنده باشی لالو ماما. زنده باشی لالو ماما. لالو ماما، اون نفرها بیلا را سرشانشان گرفته کجا رفتن؟ از شما چی پد؟ وا کارگرهای قصر هستن، به امر پادشاه سلامت به میله نهالشانی میرن. شما را که دیدم وارا روان کردم. میله نهالشانی؟ ای دیگه چی رقم میل است لالو ماما؟ ای که چی رقم میل است، صبر کنین که ما باغوان باشی را صدا کنم، اونجا شاخه بوری داره، از امو پرسان کنین. باغوان باشی، باغوان باشی، یک دفعه بیا اینجا. اینم یایم. سلام کاکا باغوان. سلام کاکا باغوان. و علیکم سلام، خوش آمدین. خوش باشی. کاکا باغوان، درباره میله نهالشانی کمک بر ما معلومات بده. خدا شما را روز نیکی بده و بدی نه. گوش کنین، میله نهالشانی که است از میلای نوروزی و قدیمی در افغانستان است. این میله یک بخش میله دهقان است. در این میله فصل بهار که میشه، مردم یک روز در دامنه تپا و دشتا و میله جای شهر و ولایات خود جمع میشن. وقتی که باز جمع شدن چی میکنن؟ خدا تو را روز نیکی بده و بدی نه. اینه برات میگم، مردم که جمع شدن به بسیار خوشی و خوشحالی از سال نو تجلیل میکنن. در این میله نهالشانی بازی های مثل بیل بازی، سواری چرخ و فلک، اسپک های چوبی و غرسای و اموتو بازی و ساتیری ها میباشد. خو چقدر خوب به خدا، خیلی خوب ساعتشان تیر می باشد اگه. آخو در پلوی ساتیری و بازی مردم نهالشانی ها میکنن، به خاطر که هدف اصلی میله نهالشانی است. میله نهالشانی مثل یک عشر عمومی می باشد. خو کاکا باغوان، باز مردم قرنیال از کجا میکنن و در کجا میشانن؟ مردم همراه خود بیل نهال میارن، یا ای که مامورای زراعت نهالا را میاره و به کمک مردم نهالشانی میشه. باز اون جای دیده در تپا و جایی که مردم فکر میکنن باید سرسبز شوه نهال شانده میشه. کاکا باغوان، برا خمی جای سرسبز بسیار خوشم میایه. تو را خدا روز نیکی بده و بدی نه. هدف این میله در پالوی سرگرمی و تفریح اهمیت دادن به نهالشانی و سرسبزی است. او نه، در جایی که سبزه و درخت بود هوایش پاک و صاف میباشه و ناجوری کم میباشه. اینه مثل قصر پادشاه سلامت، سعی که چقدر خوب هوای پاک و صاف داره. از شما چی بود؟ ای نه صبر کو که در تلفونم یک فیلمک کوتاه از یک میله نهالشانی است، امورا براتان نشان میتم. صبر کنین که ما براتان در تلفون پیداش کنم. ما دیگه میرم که کار دارم. بخیر بری کاکا باغوان. ای نه پیداش کردم، خودتان ببینین. ای اوهو بیژن بیبی که چقدر مردم جمع شده. هر رقم مردم در این میله هستن، چو خوب جمع و جوش هست. اونه باره ساتری و میله آلا دو نفر و سی نفر نیالا را گرفتن که بشانن. لالا ماما، ما خو میگم که هر سال همو تگه نهالشانی شود ایج جای خشک و بدرخ نمیمانه. وی فلم خلاص شد لالو ماما. از شما چی بود؟ فلم خواه مقا کتا بود،
باز اگه میخواستین که تمه پسان بریم در میله نهالشانی و خودتان از نزدیک ببینین. چقدر خوب. حال برین که داخل دالزای قصر بریم و یک پیاله چای بخوریم که دم پای ما برایه. بریم لالو مامای میمان نواز، همیشه با خنده و پیشانی واز. برو که بریم. اینه او جوانا، ایسو بیاین، میز چای خوری ایسو ندالیز است. لالو ماما، چای بان، آل ایره بگو که یکسه که در دیوال دالیز قصر بند است، چی است؟ یک چیز مثل تخم مرغ در عکس معلوم میشه، خب بسیار روشن و جلوبلی است. از شما چی پود؟ ای عکس، عکس یکی از بزرگترین الماس های سفید جهان است. اوهو، ای عکس بزرگترین الماس سفید جهان است؟ آها، ما خوشونیدیم که الماس بسیار سنگ قیمتی است. این قنگشترک خورد الماس زیاد قیمت است. خدا می الماس کلان چقدر قیمت داشته باشه؟ لالو ماما کمرای ما باشه، هیچ تشویش نکن. حال ازش میخوایم که برای ما درباره بزرگترین الماس سفید جهان یک دریچه را باز کنه. چرا نه؟ این ایام دریچه. بنفشه، اون تلویزیون بیبی درباره الماس گپ میزنه. تو خود زیاد الماس خوش داری. صدایش بلند کو که چقدر الماس کلان است. اینه بشنو. الماس سفید که به نام صخره یاد میشه به قیمت 21.8 میلیون دلار که تقریبا حدود 2 میلیارد افغانی میشه در شهر ژنو در کشور سوئیس به فروش رسید. قیمتش چقدر گفته جمیل بیدر؟ 21.8 میلیون دلار که نزدیک به 2 میلیارد افغانی میشه. اون نه تاختگان معلومات میته. الماس صخره تقریبا به شکل و اندازه یک تخم مرغ تراشیده و صیقل شده که 228.31 کیلوگرم وزن دارد. بیبی چقدر خوب جلادار و مقبول است. چه خوب رنگ سفید و روشن داره، مثل گروه پاره روشنی میته. به نفشه خوار، وزن الماس خود 228.31 قیراط گفت. تو میفهمی یک قیراط چقدر میشه؟ تو صبر، اون خود نطاق میگه. 5 قیراط برابر به 1 گرام میشه که وزن الماس تقریبا 45.5 گرام، چیز کم نیم خورده وطنی میشه. آنه جمیل، این بخورد و پاو برات گفت که بفهمی. تو صبر کن، آنه نتاق کدام چیز دگام مگه. این الماس حدود 20 سال پیش از افریقای جنوبی استخراج شده است و یکی از کمیابترین جواهرات است که دال در جهان فروخته شده است. براستیان که الماس سفید بسیار قیمتی است. گفت تقریبا 2 میلیارد افغانی قیمتش است، یعنی 2000 میلیون. خب بسیار قیمت است. خب امقه وزنش زیاد است. گفت تقریبا 45.5 گرام وزن داره و خودشان به اندازه یک تخم مرغ است. از شما چی پود؟ الماس خو رقم رقم است. خو از الماس سفید امی یکی از کلانترین الماس های دنیا است. لالو ماما، دوال که آمدیم بر ما گفتی که بازکت خودت میله میریم. گفتم میله خود میریم، خو هنوز بسیار وقت است. بگی یک دریچه دگر هم باز کو، باز بعد ازو میریم بخیر. چرا نه، ما هم برتان دریچه شنوینده را واز میکنم که دو یک ترانه بهاری بشنوین که بی ازو آمد آمد بهار است. مژده که آمد بهار، سبزه و گل بی‌شمار، خواب فریبان به باغ گشته روان، هر کنار غنچه و پروانه شد زنده به بوی بهار. بلبل آبی کنه غلغله در جوی ما، کرده شکوفه بر باغ درخت فر با انار. کوکو زنان باختن نسرسه بر شاخ ساخت، ای شاخ سازی بلندی نارک نزار زار. ای زیخونه مولمان است روان اینگان، تو غیمی را پشتی که ای پسری اوشیان. بسیار ترانه خوبش بود.
داخلش گفت توام بده و پشت کار ای پسر هوشیار، بریم دیگه بیژن که به میلن وقت میشه. میرم منیجا خوار. خلالا ماما خیر ببینه که امروز بسیار گپای جالب و دریشای خوبش برام آواز کرد. مرا خو معلومات کاکا باغوان قصر درباره میله نهالشانی بسیار خوشم آمد. معلومات بزرگترین الماس سفید جهانم بسیار جالب بود. شما هم خیر ببینین که هر وقت میاین و خبر لالو را میگیرین. از شما چی بود؟ اگر میله نهالشانی میرین اول برین خانه اجازه بگیرین، بازم تو در میدانی شار بیاین، ما هم اونجا میباشم. سعیست لالو ماما. خویادتا نره که امی گپای را که امروز یاد گرفتین با دیگه دوستایتان هم بگوین. او را خو حتمن میگم لالو ماما. خیر برین دیگه، در میدانی شار باز میبینیم بخیر. با ما را خدا لالو ماما. دمیرایتان خوبی. شنوندای عزیز، این برنامه یک قصر و هزار دریچه را که شنیدین، عبدالصبور جانباز در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتون نوشته و جور کرده بود. دوستای خوب، اگر در رابطه با برنامه ما نظر و پیشنهاد دارین یا ای که میخواین پیام و صدایتان از طریق برنامه یک قصر و هزار دریچه نشر شوه، میتونین به شماره تماس 0202-405101 با همکاران ما به تماس شوین. همچنان اگر شما به اینترنت دسترسی دارین، برای شنیدن برنامه ما میتونین که به وبسایت tajalla.af مراجعه کنین و تمام برنامه ما را بشنوین. جهان ما، آینده ما.